من میخوام دو مطلب خدمت شما عرض کنم. حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه از علما و فقهای برجسته جهان اسلام که دیدگاه‌های عمیقی درباره مسائل مختلف علمی داشتند. اصول زیر بنای حقوق انسانی او اصول عقلانیتی که در اسلام است. حقوق بشر از منظر دین مبین اسلام یکی از مسائلی است که آکادمیسیان کشور دیدگاه جامع و متفاوتی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتند. از دید حضرت آیت الله، حقوق انسان‌ها بسیار فراتر از آن چیزی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. به باور ایشان، اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها ظاهر زندگی انسان‌ها را در نظر گرفته، اما جنبه معنوی آن که به مراتب مهمتر از مسائل مادی است، در نظر گرفتن نشده. حقوق بشر تنها و چند ماده که یک چی اعلامیه جهانی حقوق بشر و چی اعلامیه غیرت حقوق بشر اسلامی، اینا همه اینا خیلی محدوده. باید دانشمندان بزرگ حقوق قانون و دین بینشینن و یک حقوق بشر درست کنن جامعی. به باور آکادمیسیان کشور، حقوق بشر تنها به چند ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر خلاصه و محدود نمی گردد، بلکه فراتر از آن است. حقوق این انسانی که امروز به دنیا می آید طبق مقررات فقه اسلامی 1000 سال پیشتر 2000 سال پیشتر حقوق او شروع می شه. جایز نیه برای انسان کاری کنه که از نظر طب یا بیولوژی بفهمه که این کاری ما و این عادت ما توسط جنهای وراثتی نسل 50 مرحوم معیوب میاره. جایز نیه که او کار بکنه. چه وقت آخر حقوق بشر چیه؟ وقت مردن؟ نه. 100 سال بعد از مردن؟ نه. تا آخر دنیا حقوق انسان ثابته. آگاهان امور نیز میگویند دیدگاه حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه در مورد حقوق بشر بر مبنای قرآن کریم و سنت پیامبر مکرم است که اکثر علما و فقها با نظر معظم الله موافق هستند. نظر ایشان در واقع همون نظری است که از قرآن و سنت به دست می آید. ایشان در این مسئله تنها نیست. اسلام به مراتب از دنیای غرب یا حقوق اسلام به مراتب از حقوق غرب، حقوق اسلام نسبت به حقوق غرب جامع‌تر و کامل‌تر برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه به این نظر بودند که زیربنای حقوق انسان در قرآن کریم ذکر شده و بر این اساس به انسان کرامت و ارزش والایی در نظر گرفته شده است. به باور معظم الله، اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای نقایص و کاستی‌های فراوانی است که باید یک بار دیگر مورد بازنگری قرار بگیرد.